شاهد اقامه شد و گفتن دزده. انکار کرد، من ندزدیدم. بردنش پیش از علی، شهود گفتن دزدیده. علی میگه رو المؤمنین رو کرد گفت دزدیدی، یه نگاه به علی کرد گفت به تو که دروغ نمیتونم بگم، گوهر من دزدی کردم. حضرت دستشو قطع کرد. اون خبیث میگه دستشو گرفت تو کوچه های مدینه شروع کرد. میگه اومدن اصحاب که یا علی این خونش تقطر و دما، دستش هم خوب نبستیم، همینجور خون داره میره، داره مدح علی میگه، ضعف کرده تو، داره میگه علی علی، دست رو گرفت خون میگه علی. میگه اینا آوردن، میگه اومد در خانه حضرت، دست دستش بود. خب شنگید چیکار کرد؟ پارچه رو انداخت، حضرت دو رکعت نماز خوند و دستو کشید رو، بعد دید دست هست شده، انگشت رو حرکت میکنه. راوی میگه وقتی دستش خوب شد از علی تشکر کرد، میگه راه افتاد تو کوچه های مدینه، مردم دیدید دستم قطع بود، علی دوباره وصلش کرد. چی میفهمیم حرفای یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام بفرما قاعده جدمون این بود، اونا قدشون خیلی بلند بود رو اسب از کمر میزدن، اونای معتدل بودن از وسط نصف بشه، میکن همین دوتا تو این بسته‌بندی بشه که تکلیفم روشن بشه. اندازم دقیق بود، انگار شاغول گذاشتن و تراز گذاشتن، خیلی طولانی نبود شلنگ تراز کنن، آب تو شلنگ کنن بیارن این ور دیوار، نه همینجا معمول. وقتی میزد یکی بود، بکر بود، دیگه دومی نمیزد، به اولی خلاص بود، به ضربه واحد خلاص میکرد. بعد میگه در فلان جنگ پیغمبر میدیدن فقط یه برق وسط بیابون طولش کرد، میزنه چیز برق میزنه باز پشت سر هم. بعدا بعضی علمایی که بودن اونجا گفتن شیعه رفتن آقا این چه کسی بود، ندیدیمش دیگه، گفت جنازه ها رو برید بکشید تا بگیم کی بودن. اینه کشته آقا، قد بلندار از وسط از کمر میزد، اونم معتدل بودن از وسط، دو طرفشونو بکشید. نوشته کشیدن طرف راست و چپ یا اونه بالا پایین، مو نمیزن، یه مثقال به اندازه زده شده، وزنا یکی. گفتن زاکه مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه. 30 تا فیل جنگی داشت، یعنی 30 تا تانک اون وقت، مثلا به حکم امروز 30 تا تانک جنگی ارده بود. قوی ترین فیل یه فیل سفیدی بود، این فیل به اصطلاح سفید رو داد دست کی؟ کندی، همون غلام، غلام شجاع. اون رهبری 30 تا فیل رو به عهده گرفت و سوار فیل سفید شد، با فیل حمله کرده. وقتی حضرت به این فیل ها و فیل سفید نگاه کرد، از اسب پیاده شد، صلوات الله و سلام علیه، امامه رو از سر مبارک برداشتن، یک درخشندگی در این بیابان ایجاد شد. بعد امامه رو به سر مبارک گذاشتن، حضرت اومدن نزدیک فیل ها، خود حضرت صلوات الله و سلام علیه شروع کردن سخنی بگوین که مردم نمی فهمیدن، شروع کردن با فیل ها صحبت کردن. فیل جزء خلق خدا هست یا نیست؟ امامشونه امیرالمومنین سلام الله علیه، به سخنانی سخن گفت که آدمیزادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم. 29 تا فیلم سمعن و طاعتن سراشون انداختن پایین و برگشتن از سمت لشکر امیرالمومنین سلام الله علیه. الله اکبر، حالا فیلا برگشت، لشکر دشمن رو لتو پار کردن، رسوندن به دروازه عمان، برگشتن به سمت امیرالمومنین اسلام به زبان عربی که همه مردم میفهمیدن، میشنیدن و میفهمیدن، رو کردن به امیر و احسان و عرض کردن این 29 تا فیل یا علی. گفتن کلنا، ما همه اون پیغمبر، پیغمبر اکرم رو میشناسیم، چون امیر و احسان همه شون عبدن، به رب این پیغمبر هم ایمان میآوریم و قبولش داریم، مگر اون فیل سفیده عرامزاده. اون فیل سفیده نه پیغمبر رو میشناسه نه آل پیغمبر رو میشناسه، فیلسفیدن وایستاده با کمال به اصطلاح خریتش وایستاده در مقابل امیر حسین الله علیه. تو گفت این فیلسفید
شما و اهل بیت رو نمیشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه. یک نعره زد امیر موسی علی، فیل سفید بنا کرد، بلرزیدن و ایستاد. حضرت ذوالفقار رو کشیدن، ضربتی به او زدن، سر فیل رو از تنش کند، فیل به روی زمین افتاد. مثل یک کوه بزرگ که آب میشه، این فیل افتاد به زمین. با اون زرهی که دور گردنش بود، حضرت به یه ضربه ذوالفقار گردن او را از بدن جدا کرد، فیل هم به زمین افتاد. غلامی که بیچاره به عشق اون دختره میخواد با امیر احسان به جنگه، رو کمر فیل، حضرت یقش گرفتن بلندش کردن، با ذوالفقار اردنش بالا، با ذوالفقار. در این لحظه صدایی شنید امیر علیه السلام. پیغمبر بالای دیواری رفتن از دیوارهای بلند مدینه، فنادا، پیغمبر فریاد زد ابوالحسن، آقا امیر المومنین عیسام، ابوالحسن این اسیر توست، هبه کن به من، کندی رو هبه کن به من. تو که با ذوالفقار بلندش کرده بودن، پرتش کردن و رهاش کردن، آزادت کردم. کندی متعجب شد، عرض کرد یا ابوالحسن چی شد من رها کردی؟ فرمود وای بر تو، نگاه کن. نگاه کرد به پیغمبر صلی الله علیه و آله روی دیوار مدینه ایستاده با اصحابش. کندی به امیر احسان عرض کرد این کیه؟ ای امیر المؤمنین که بالای این دیوار هست. گفت این سید ما پیغمبر است صلی الله علیه و آله. یا ابوالحسن از اینجا عمان تا مدینه چند، تا اونجایی که حضرت ایستاده چقدر راهه؟ راه 40 روز راهه، 40 روز راه بری اونجا میرسی. فرمود ای عرض کرد یا ابوالحسن دستت رو دراز کن بیعت کنم لا اله الا الله. مالک یوم الدین ظهورش در امیرالمؤمنینه، روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. آقا یا ابن رسول الله به امام صادق عرض کرد این حدیث از شماست که نقل میکنن، لا یعبر الصراط الا من کان بیده سکن او برات من ید علی ابن ابی طالب. آقا جان روز قیامت هیچ کی از پل صراط رد نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه، یک چکی باشه که درش امضای امیرالمؤمنین نوشته شده که آقا ولیون. این درسته؟ فرمودم بله. یزمات از کت حتی الانبیا، پیغمبرها هم، آدم، موسی، عیسی، هود، صالح، شیخ، همه این پیغمبرها اینا هم لازم دارن این. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. وقتی امیر مؤمنان وقتی به دنیا اومد قنداقه رو دادن دست رسول خدا، حالا اون اتفاقات که افتاد، امیر المومنین علیه السلام یا رسول الله بخوانم قرآن؟ گفت بخوان علی جان. و بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المومن. این برای ما شیعه حجت و هیچ جای شکی نیست. اهل مخالفی میان که مگه میشه بچه که تازه به دنیا اومده و تازه قنداق شده و حالا چشمشو باز نکرده، این چشم باز کردن به سیمای آقا رسول خداست؟ بعد بیام یا آقا این بچه که تازه قنداق شده به قرآن بخون؟ اصلا همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. حالا برای ما کشیه که تن حجت تمام. من میخوام جواب این اهل مخالف رو شما بداج آقای یونسیان. قرآن میفرمود حضرت عیسی در جهواره صحبت میکرد و اونجا فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا چطور اینو شبهه درش وارد نمی کنن که حضرت عیسی که به مراتب از نظر مقامات از امیر المومنین سلام الله علیه پایین تر هست، امیر المومنین در یه افق دیگه ای، حضرت عیسی نمیگیم فرد کمی بوده، اول هم عرض کردیم که اونم آیت بزرگی خداست، ولی عیسی کجا، امیر المومنین سلام الله علیه کجا؟ اهل بهشت و بهشت میگن اه خورشید آفتاب، بهشت آفتاب شد. خدایا ما در دنیا شنیده بودیم تو بهشت آفتاب نی، پس این آفتاب چیه؟ این نور چیه؟ به در دیوار بهشت خطاب میرسه که نه، این نور آفتاب نی. امیرالمومنین با حضرت زهرا علیه السلام زن شوهرن پای کفری میکنن، نمیدونم امیرالمومنین چی فرمودن که حضرت زهرا تبسم کردن.
نور دندانهای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیه السلام ظاهر شد، از نور دندانهای ایو بزرگوار بهش روشن شد.